سلام، برام انتخابات. من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برام هستم. با وجود گزارش های خیلی پیهم از سیگار و نادای بلملی از حاکمیت بیشتر از 50% یا نزدیک به 50% طالبا بر قلمرو افغانستان، هنوز هم تلاش های حکومت افغانستان و قوای امنیتی برای تأمین انتخابات احتمالی پیشروی به شدت جریان داره. نگرانی ها در حوزه برد سیاسی انتخابات تا حتی این انتخابات را به اصطلاح هم نموشا خواهو برده که انتخابات شکل خواد گرفت، تدبیر خواد شد، گفتگوهای صلح به اثر میکنه بالاخره یا نمیکنه. شش میزان یک تاریخ تعیین کننده برای تعیین سرنوشت بعدی مردم از طریق آرا خواد بود یا نبود، و در کل امنیت چیگونه خواهد شد. همکارای ما تازه چند سفر ولایتی داشتن به برخی از ولایت ها، حداقل مو باستاب امنیتی ولایت از اونها شنیدم یک کم نگران کننده بود. در اونجا جز مراکز همه ولایت به دست طالبا است. و ضمن یک نقطه خیلی جدی که روحی تمام سربازهای افغانستان آسیب رسانده ای است که یک عسکر جنگ میکنه با خونش در قف دستش، با هزار خطر و هزاران سرباز مثل سبزی پالک گردن زده میشن در خطوط مقدم نبرد، اما در یک معامله خیلی عادی سیاسی 900 طالب دوباره پس رها میشه و میره به میدانهای جنگ افغانستان. با این وجود انگیزه بین سربازها در خط اول دیگه نمیمونه. ما برای چی جنگ میکنیم، برای کی جنگ میکنیم و چرا جنگ میکنیم، و در نهایتش 15-16 هزار ماش که میگیرن و با سرنوشت سربازها بازی میشه، یک مقدارم فضای خیلی نگران کننده را در قوای امنیتی افغانستان هم شکل داده. نهایتا بازیگرای سیاسی ما چی دیل به سرنوشت سربازهای افغانستان میکنن و نهایت وضعیت امنیتی برای بحث انتخابات و تشدید بحران امنیتی افغانستان چگونه رنگ خواهد گرفت؟ بحثی است که امشب با جناب آقای وایس احمد برمک وزیر پیشین امور داخلی افغانستان میخوایم داشته باشیم. خوش آمدید میگم شما را. تشکر، سلامت باشید. پرسشونو خواست عظمی که یک سرباز خونش ریخته میشه، برادراش کشته میشن، همسنگراش کشته میشن به خاطر از اینکه یک طالب بگیرن در خط. اما اینجا رئیس جمهور به خاطر یک حرکت شاید سنجیده یا نسنجیده سیاسی 900 طالب امضا میکنه، رها میکنه. فکر میکنین که انگیزه دیگه در میدان جنگ باقی میمونه که اونا بجنگن؟ برای چی بجنگن؟ برای کی بجنگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام و احترامات خود خدمت شما و به تمام مردم عزیز خود تقدیم میکنم. و واقعا افغانستان در یک مرحله بسیار حساس و متاسفانه بگم بحرانی است، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ وضعیت امنیتی. ما شما حقایق نمیتونیم کتمان کنیم و مرتبط به سوال شما که اگر پاسخ بتانم تا جایی کوشش میکنم که او را بر شما رای کنم، این است که در یه جا شک نیست که همینطور تصمیمی که در سطح پالیسی و سیاسی گرفته میشه و اگر در صورت بر مردم و ملت وضاحت بیشتر داده نمیشه، با دو صورت ابهامات میمانه در ازان مردم و بالاخره مردم و یک تعداد خصوصا مخالفین سیاسی که فعلا در برابر حکومت قرار گرفتن، اینا باز کلشان از این مسائل و از این تصمیم باعث ابزار فشار بر حکومت طبعا استفاده میکنن و میمونه به ای که آیا مورال و روحی نیروهای امنیتی ما در برابر امید تصامیم تضعیف میشه نمیشه. خب ای ارتباط میگیره باز هم به رهبری ارگانهای امنیتی ما که چگونه میتونن نیروها را برشان توضیح بتن و برشان مورالشان را قلف کنن به خاطر دفاع از تمامیت ارضی و دفاع از مردم افغانستان. ما تا جایی که خب معلومات دارم یک روز مشاور امنیت ملی ما شما آقای دکتر سب مویب اونا باز امرای تلویزیون طلوع یک مصاحبه داشتن که در اوجه یک بخش یا دلایل از رهایی امی 900 زندانی را اونا توضیح دادن که من اگر از اونا بتانم نقل قول کنم که تعداد کسایی بوده که اینا وقتشان کم مانده و تعداد کسایی بودن که مریض بودن، تعداد کسایی که سنشان بسیار پیش رفته و اینه ضرورت نبوده که باید اینا در بیشتر در زندان باشن. اما وقتی که اینا رها شدن طبعا کسایی بودن که ما شما در تلویزیون دیدیم که کیا بودن و طبعا طالبا بودن و اعتراف هم شد که اینا همشان طالبا بودن و به عنوان حسن نیت از یک سیاست حسن نیت از جانب حکومت افغانستان اینا رها شدن و به قیمت از اینکه ما یا حکومت افغانستان بتانه باز با طالبا داخل مذاکره شد و طالبا هم فرماندهان اعلی بله
با قیمت خون سربازای افغانستان که در مصاحبه‌های تلویزیونی بین المللی میگه که ما چند نسل قربان میکنیم تا توریست‌ها را اجازه ندهیم بیاین، باز با قیمت خون امی اولاد غریب، نه با قیمت خون بچهش در کشورهای غربی 900 طالب اعلام میکنن. فکر میکنید توجیه پذیر است برای من؟ فکر میکنم توجیه زیر بیشتر شما از خود دفتر رئیس شما. خب ما فعلا درست است که باعث یک از مسئولین یک از نهادهای امنیتی بودم و اگر در او وقت اگر ما حال هم چیز می بودیم، یعنی در داخل نظام یا حکومت می بودیم، شاید وضاحت یا دیدگاه خود همراه رئیس جمهور باعث سرقماندان لایق و امثال و پیامدهایی که اعتباطی که از هم تصامیم چیز گرفته میشه او رد من همراهش شریک میکنیم، ولی حال من فکر میکنم که خود حکومت و دفتر شورای امنیت ملی میتونه که پاسخگوی سوال شما باشه. من چیز گفته نمیتونم. خب بحثی است که خب اگر شما این سوال میکنین، سوالی است که در ذهن تمام شهروندان کشور است دیگه. فکر میکنم پاسخش بسیار واضح است، اما اگر باز وضعیت بیشتر بخواین، من فکر میکنم که چون من فعلا به عنوان سخنگوی حکومت نیستم و ما صرف رئیس یک شهروند. بله من گفتم که اگر باز ما اگر در موقف خود قرار می داشتم، طبعا دیدگاه ما و وضعیتی که ضرورت بوده در پیرامون همچی تصمیم گرفته شده، شاید اون امروز رئیس جمهور شریک میکنیم. یکی از دلایل ناکامی اکثر وزرایی است که وزرا در حد کاری خود تا حد زیاد صلاحیت ندارن و بیشتر صلاحیت ها از مجاری بالا اعمال میشه. شاید شورای امنیت، شاید یک مشاور رئیس جمهور تا حد زیاد رئیس جمهور و نهایت شام و گره بدنامی به نام وزیر در پای وزیر گره میشه. چقدر وزرا در همچه حالت مثل همو جام زهر قرط میکنن و تصمیم نهاد خودشان در یک بخش مسلکی از جانب کسی گرفته میشه؟ خود در جای شکی نیست که هر وزارت شاید فرق کنه، منتها از وزارت تا به وزارت شاید تصمیم و صلاحات اختیاراتی که برای وزارت داده میشه فرق کنه. من هیچ چیز رد نمیکنم. در وزارت داخله در زمانی که من کار میکردم در مسائل کاری در داخل وزارت ما طبعا اختیارات خود داشتیم، صلاحات خود مطابق قانون که مطابق از عمل کردیم، ولی در بحث مسائل است که از لحاظ قانونی وزیر صلاحیت نداره. صلاحیت وزیر در توسط قانونی که نافذ است، مثلا در وزارت داخله و وزارت دفاع، خصوصا در تعیینات پرسنل، نه تا از سطح شروع میکنیم از رتبه بریج جنرالی تا به استر جنرال، او صلاحیت های مشخص رئیس جمهور و سرقماندان لایق و امثال است که وزیر باید پیشنهاد کنه. این اینجا بس باریکی است که آیا امی لایه هایی که فعلا به خاطر تعیینات افسرهای عالی رتبه در نظام در نظر گرفته شده، آیا لایه ها واقعا مثل یک وزیری که آمده هدفمندانه فکر میکنه، منافع ملی خود و منافع وطن و مردم خود در نظر میگیره، تصمیم میگیره، آیا این لایه ها با دید وزیر هم خوان است یا نه، اما هنگ است یا نه؟ در اینجا مشکلات بوده میشه. بطور مثال من در زمانی که در وزارت داخل بودم تا 6-7 ماه من خوب بیادم است که ما ده ها پیشنهادی که مثلا قماندان ها بود، جنرال صاحب ها بود روان کردیم، یکشم پروسس نشد، اما ولی باید برش رایل پیدا میکنیم. رایلش ما رفت، من در اون وقت در زمانش هم روی خود رئیس جمهور صحبت کردم، گفت رئیس 6 ماه از وظیفه که بر ما سپردین سپری شده و از شما از ما اصلاحات میخواین، تغییرات بهتر میخواین در وزارت داخله. ما چون با یک سری تغییراتی که ضرورت است که باید بیا، اگر نبیا خب باز مو توقعی که شما دارین من رو نمیتونم و بنان وزیر ناکام میمونه. و قسمت تغییرات هم دست شما نیست. نخنی خب بازم من گفتم نه که مثلا تا سطح از برای تو بگم از عسکر شروع تا به رتبه دگرولی یا سمونولی که است در وزارت داخله، او در صلاحیت های وزیر است مطابق قانون ذاتی افسرها، ولی بعد از اونش صلاحیت ها قید شده میره به طرف اونجا برد است و باز یک برد مشورتی است و بعد از اون باز خود رئیس جمهور است. بالاخره به نقطه رسیدیم که من پیشنهاد کردم به رئیس جمهور که امی برد تعیینات اگر شبه که شما ریاست کنین که حداقل قماندان امنیه و یک تعداد بستای دیگه افسرهای لوتبس که ضرورت است که باید تغییر بخوره و یک تعداد تقاعد کرده که باید به جایش مردمای نو بیه دیگه نمیره، اگر شما خودتان رهبری کنین که من خود کدام چیز در پام ندارم، دید ما کاملا ملی است و آمدیم که وزارت داخله را به حیث یک نهاد امنیتی که آنچه که مردم افغانستان توقع دارن شما توقع دارین، در اون وقت مسئله بحث فساد بود، بحث بسیار مسائل انارشیسم اداره بود، مدیریت بود داخل وزارت داخله و دیگه نهادهای دیگه وزارت داخله که خدمات ارزه میکنم به مردم افغانستان، حد همش ترافیک بود، بالاخره در چند جای مشکلات در وقت بیشتر بود، ما گفتیم اینیا باید اصلاح شد دیگه. بنابراین دونم وقت باز تصمیم ما شد که یک بورد تحت ریاست خود رئیس جمهور با ساخته شد که ما دوز بودم. از اونجا باز ما پیشنهادات می آوردیم، گرچه بوردی که ما تحت در خود شورای امنیت بود اونها هم
پیشنهادات حلاجی میکردن، بک‌گراند چک میکردن، ولی خوبیشی بود که یک کم سرعت پیدا کرد که خود رئیس جمهور داخل شد و مطمئن شد که این ما هیچ کدام علاقه یا دلچسپی شخصی و سلیقه‌ای در رابطه با تعیینات که کی بیاید کی نبیاید، فقط معیار ما چی بود که طبعا معیار شایستگی افراد بوده که تحصیلشان بوده، تجربه کاریشان بوده، سابقه خوبشان بوده و بالاخره قابلیت‌های رهبری و توانمندی‌های رهبری را که باید در بخش‌های تعیین میشن، چون ریاست‌ها همشان یا قوماندانی‌ها همش پست‌های رهبری هستند و چطور سوق قوت سوق اداره دارن ندارن، دانش مسلکیشان در موسایی که میرن تا کدام حد هسته. این میارای بسیار واضحی بود که ما سعور در نظر گرفته بودیم، مطابق از او پیش میرفتیم که بازم او الحمدلله که یک دوره باز تعینات سرعت پیدا کرد. این حال در بسیاری مسائل بوده، مثلا یک مشکل دیگه که در ساختار ما هست متاسفانه که اینجا گروپ های انترس گروپ ها هست به تو بگیم، خب اینا مثلا در هر جای هستن، یک وزیر خوشش نمیه ولا باش ای از فلانه قوم است یا از فلانه جای است یا بدر چرا اروز تلفن مرا جواب نداد، باز یک گروپ های است خاص در هر جای هستند که اینا باز شروع میکنن برای تخریب یک وزیر راپور های حق و ناگزارش های حق و ناگزارش های دلائه کلان. حالا بحثی که جریان داره، بله. یک رئیس جمهور در تبانی با یک فامیل، بله. اونچه که در بیرون گفته میشه، بله. یازنه است، باز خسربره است، بازی است، باز هر کدامشان هم جای کلان کلانه بنده ناختن و بیشتر مقریا در حوزه ملکی توسط یکی میشه و در حوزه کلان توسط دیگه میشه و تمکاری تصمیم گیری رئیس جمهور یک چهار پنج نفر یک چهار پنج نفره به قول مردم مریض تا بعد. حالا و هر کدام از یا سه چهار وظیفه رو همزمان پیش میبرن. یک کس میای از زیر ریش آقای غنی، افرد خیلی نزدیکش که تقرری ها بر اساس مسائل خیلی اساسی، مسائل قومی، مسائل سیاسی و مسائل اخلاقی، یک تعداد کسایی که حداقل ما در لایه های خیلی پایین میبینیم اونا میرن در سطح های خیلی بالا در وزارت های سکتور امنیتی جای میگیرن. چقدر فاجعه بار است در نهایتش، چقدر یک مشکل جدی است. یعنی در این جای شک نیست که ما از پالیسی حکومت و سیاست فعلی کادری حکومت به خاطر آوردن کادرای جوان و نسل جوان افغانستان در لایه مختلف، کل مردم افغانستان از حمایت میکنه، چون این قسمت اعظم نفوس افغانستان هم خصوصا کادرایی که امروز است تحصیل کرده اکثرشون همین مفهوم است که یک نجار می باید جای انجینیر، اما نه اوتو نباید باشه، اوتو نباید باشه، اما بسی است که اگر ما جوان سازی میکنیم نظام خداداری خود، ولی در این باید همیشه باید داشته باشیم که یک جوان وقتی که میاد باید یک سابقه کارش چک شوه، کمی چند روز کدام اداره را پیش برده، کدام مدیریت کرده، حداقل آمریت کرده، یک دفعه یک کسی که به طور مثال یک قطعه در خصوصا در نهاده امنیتی نه، یک قطعه یک کندک یک طوله رهبری نکده باشه، یک دفعه او را بالا بردن روش دادن بسیار مشکل است، باز او جنجال های دیگه مدیریتی را بوار می آید، اناشیز به وجود می آید خدا نخواسته دیگه. از او خاطر ما در وقتی که ما مسئولیت داشتیم در او وقت اینمی اصلا را ما در نظر می گرفتیم، اگر جوان بوده می دیدیم که همی قماندان طوله بوده، قماندان بلوک بوده، قماندان باز کندک بوده، یک قطر رهبری کرده، باز در این زمان وقتی که در جریان ما در جریان مصاحبه از پیش سوال مشخص می کردیم، باز ما خود ما درک می کنیم که پیدا می کنیم که اینمی کاراکتر ازی شخصیت تزی و بالاخره حتی قدرت گفتار ای همش در نظر گرفته میشد. حالا گپ اساسی است که شما اگر دانش هر قدر ساسات دکترا برین درس بخونین، اما اگر تجربه کاری نداشته باشین در یک اداره که میرین، اما اطرافیایی که در با شما کار میکنن از رئیس دفتر چورو تا به سکرتر و تا بالاخره رؤسای کوچه کار، او عاجل تو را حلقه میکنن و بالاخره ایوازی که تو کامیاب شی ناکام میمونی، شاید دیدگاه و افکار بسیار اندیشای بسیار جالب و خوب، افکارای بسیار خوب اون نفر داشته باشه، اون جوان داشته باشه، ولی چون تجربه مدیریت و اداره نداره بالاخره با مشکل روبرو میشه، در یک جای به یک جای با مشکل روبرو میشه. این من شخصا خودم ما که وزارت داخلم رفتم و یا در وزارت های دیگه در گذشته حکومت کار کردیم، بسته بسته پیش آمدیم. یعنی فکر که از سالهای تو بگویم بر شما 73 و 74 که حکومت مجاهدین آمد و بالاخره ما شما به این نسل که هستیم در این وطن از ماموریت شروع کردیم، آهسته آهسته این ما را کمک کرده تا اینکه بتانیم وقتی که در یک نهاد میم چه این نهاد چطور بسازیم، چطور تغییر بدیم، مشاور تغییر مثبت دیگه، یا مصلحاتی که کلمه اصطلاح معمول است امروز در دنیا و امروز در افغانستانم دیگه. از او خاطر در قسمت تعیین کادرها به خاطر که ظرفیت هایی که در اداره میآید او با یا باعث موفقیت داره میشه یا باعث ناکامیش میشه.
حالا یک بحث دیگه هم هست بیاییم بر قبل از که بحث موضوع بیاییم که بحث انتخابات تا حد از همیت انتخابات یک چند ولایت ازبک نشین جنرال دوستم همه کاری از او است و تفسیرها از درون ولایت هایی است که حکومت هیچ صلاحیت تصمیم گیری یا صلاحیت اعمال نفوذ آقای دوستم را در اوجا نداره و هر آنچه که در جنگ علیه طالبا یا موضوعات انضباطی میشه از مجرای صورت میگیره نه به عنوان معاون رئیس جمهور بلکه به عنوان یک رهبر مردمی در اونجا در مزار شریف حتی محمد نور اما حرف آخره میزنه و حکومت هیچ تغییری در او حرف آورده نمیتونه و نهایتش هم بسیار تصمیمات به اساس ذهن از او پیش میره در قندهار شاید یک کسی به نام جنرال رازق بود حالا تادین خان است یا ولایت های دیگه چقدر موضوعات سیاسی یا پیچیدگی های سیاسی تانسته تا حد زیاده بیشتر از فشار طالبا درون موریانه برای بخوره و انضباط و امنیت را در اونجا مخدوش کنه در بعدش در این جای شکل نیست که امی گپ امی مسئله است یعنی از اون خاطر است که وضعیت فعلی مملکت که ما شما میبینیم چون سیاسیون بیشتر در امور کاری حکومت و یا در حکومتداری غیر مستقیم مداخله میکنن یا افرادی است که قبلا گماشته شده با اثر نفوذ از اینا در این ساختارا بالاخره این حکومت و کارکرده حکومت یا نهادهای امنیتی در مجموع گرچه در مزار یا مثلا در جوزجان یا در ولایت دیگه هم که هنوز است من تا جایی که من معلومات دارم نیروهای امنیتی چیز اردو است یا پلیس است امنیت اینا کار خود مطابق هم قانون کشور میکنن ای که حرمت میگذارن به شما از دوستم جناب صاحب دوستم گفتن بایس مون رئیس جمهور در اونجا است اگر کدام ضرورت میشه میرن به حضورشان یا به خدمتشان یا کدام مشکلشان رسیدگی میکنن این بحث جداست اما من فکر نمیکنم که اینا دستور مستقیم در سطح محلی از اونا بگیرن خب طبعا هر وزارت کس وزیر داره از خود موینا دارن اینا از ادارات مرکزی خود دستور میگیرن میمون یک بخش سوال از شما پیشتر که بود شما گفتین که یک گروپ یا حلقه کوچک نه ببینین هر رئیس جمهور یا یک وزیر دیگه داره که میره رئیس جمهور حقش است که یک تیم داشته باشه بدون تیم کار کنه نمیتونه یعنی یک تیمی باشه که در اطرافش مثلا یکی بخش سیاسی رو کار کنه سیاسی یک بخش مسائل حکومتداری رو کار کنه هر بخشی که هست این خود ضرورت است و حق رئیس جمهور هم است یا هر کسی که در سطح رهبری یک اداره یا بالاخره مملکت می باشه اما بس گپ اساسی عمده ای است که امی تیم چقدر ملی فکر میکنه واقعا چقدر هدفمندانه فکر میکنن چقدر اینا راجع به آبادی افغانستان فکر میکنن راجع به ای که تو چه رقم لباس پوشیدی یا ما رنگم چه رقم است یا پوستم چه رقم است یا چهرم به کدام شکل است و یا به کدام زبان صحبت میکنم اینی بحث نباشه فکر ملی باشه ولو که در دفتر رئیس جمهور کلگ زیاد قوم باشه ولو که در دفتر رئیس اجرایی کلگ ولی بحث ما این است که آیا اینمی کسایی که در اطراف رئیس جمهور کار میکنن این واقعا کلگ را از خود میدانن یا نصفش از خود میدانن نصف دیگه دشمن ببینید اینمی حالا در این شرایط فعلی اوس ما میریم به طرف انتخابات این طرف مشکلات چالش های امنیتی وجود داره به این حال در اینجا ضرورت به این است که تیمی که با رئیس جمهور کار میکنه اگر ما باشیم ما چرا قدم مخالف ایجاد کنیم در این شرایط افغانستان او در دنیای بیرون که در جریان انتخابات ها رقابت های سیاسی به وجود می آید اونجا کشورهایشان بسترش ثبات داره ثبات امنیتی دارن ثبات سیاسی دارن ثبات اقتصادی دارن اونجا فقط در روزایی که انتخابات میشه یک سلسله اعتراضات و بالاخره اسناد و شواهد کشیده میشه یکی برای دیگه استعمال میکنن که باش بتونن از آن عامره یک تیم به نفع خود یا تیم دیگه به نفع خود او را چی کنن شکل بدن اما در افغانستان ما یک چالش داریم اینقدر مشکلات داریم دیگه آل بهتری است که ما یک پالیسی و یک روش را با کار پرتیم که کلگی را از خود کنیم نه که کلگی را از خود دور بسازیم بهتری است خصوصا باز حکومت خو هر قدر که مثلا اپوزیشن یا اپوزیشن تولید کرده بره این خو باز به شکنندگی وضعیت سیاسی را و بالاخره امنیتی را کلش متاسفانه بیشتر میسازه اما بس بهترش است که همین تیم باشه ولی که کلگی گفتم از یک قوم از یک ولایت هم باشه ولی آیا کلش بر افغانستان فکر میکنه یعنی من یک چیز میکنم در سال 2004 من در وقتی که در لندن درس میخوندم ماستری خودم میکردم در اون سال اردوغان به صدر اعظم چیز آمد ترکیه آمد یک دخترم صفی ما بودی از اون جمله سکولارایشون بودن خب تمام در اون وقت همی بحث روان بود که اردوغان یک کسی است که بیشتر دیدگاه اسلامی داره و یک آدمی است که آدم بیشتر مذهبی تر است و شاید جامعه ترکیه را به یک سمت سوی دیگه بکشانند
باز این خانمم چی بود در لندن چی کرده بود همینجا درس میخوان باز من پرسانش کردم گفتم که تو چه فکر میکنی آیا اگه میبودی در ترکیه به میرای میدادی گفت که آه من گفتم چرا گفت برای فکرش رای میدادیم حالا فکر ازی است که این میخواه ترکیه را آباد کنه میخواه اقتصاد ما را بهتر بسازه ده ها گپ دیگه بود برای ما یک هویت بده و به می ترتیب و تصادف امو شو وقتی که چی بود من به اتاق می رفتم در تلویزیون در بی بی سی عین مدل می دیدم دختر یک خانم دیگه در بی بی سی همراهش انترویو داشتن که شما چطور به اردوغان رای دادین گفت ما به خاطر فکر جای دادیم نه به خاطر اینکه رنگش رقم از پوزش رقم است یا اینمی چیزایی را گفت ما دیدش و مفکورش چیز کردیم تحلیل تجزیه کردیم و درک کردیم دیدیم که بر ترکیه کار میکنه بر مردم ترکیه کار میکنه دیگه از خاطر ما برش رای دادیم و باور داریم که میکنه کار دیگه اینی گپ شما و که شما پیشتر یاد کردین و اولا که تیم 5 نفری باشه 6 نفری باشه هر چی باشه تحلیل شما در مورد تیم چی است؟ حالا خب تحلیل من است که خب چیزی که شما گفتین اون انعکاسش در بیرون است ولی بس من است که امی تیم که هست امی تیم واقعا با دید ملی کار کنن با افکار با فکر ملی کار کنن مردم به طرف حکومت خط فاصله رئیس جمهور تا مردم چه قبسته است با تیم در شرایط موجود ما بالا بسیار مشکل است ما این سوال شما رو پاسخ بگیم اما ما فکر میکنم که شاید یک تعداد مردم دسترسی داشته باشه یک تعداد دیگه نداشته باشه به مو خاطر است که یک بار زمین از یک شما وزیر بودین حداقل بسته به این مردم هستین و یک مسئولیت کلان هم با عنوان یک مسئول قبلی درجه یک با مردم دارین آنچه که دید شما نسبت به وضعیت موجود است مثل یک شهروند چی چیز فاجعه بار است در درون که مردم فاصله داده و مردم به یک وضعیت خیلی متلاطم ما خو حالا فعلا در داخل نیستم که اما تو مثل دید من مثل دید همی شهروندای کشور است آم مردم است فعلا ولی در این جای شک نیست که ما به حیث مسئول یکی از نهادهای مهم امنیتی از کشور بودیم و آنچه که فعلا در افغانستان اتفاق میفته ما فکر میکنم که خودش بیانگر و پاسخگوی آنچه که در اذهان مردم است و آنچه که مردم از نظام و بالاخره از حکومت و یا در چیز از امی و حالت موجوده گله داره یا شکایت دارن این آجت و توضیح بیشتر هم نیست که وضعیت معلوم است. بسیار تشکر برمیگردیم با شما. حالا یک تفسیر خیلی جدی از طرفدارای ارگی است که هر آن اتفاق افتضاح آمیز که در مدیریت یا رویکرد حکومت افغانستان نسبت به خطوط ضد منافع ملی افغانستان، نسبت به قربانی مردم، نسبت به قربانی سربازها، نسبت به بی‌برنامگی و مدیریت قومی، سیاسی و اخلاقی در درون شکل میگیره. باز یک گروپ از فیسبوکیا یا مو به اصطلاح هم فیسبوک چلون که هرگز که منتقدین سیاسی سی بسته به امو ردیف کلاب است، سی بسته به ردیف فلانی است، اما نه یک ترکاری فروش زده حکومت است، نه یک آدم عام، نه یک معلم، نه یک شهروند عادی و همه یک فکر نهایت خونبار و منفی از مدیریت و کارکردهای حکومت افغانستان دارن. در نهایت شر طفل و یار زن ای مملکت که میموره مسئول درجه یک مسئولیتش حکومت افغانستان است و یک برنامه ریزی درست در قبال او داشته باشه، نه یک برنامه ریزی مبتنی بر خطوط سیاسی خیلی قومی شده و زبانی شده و خیلی هم اخلاقی شده. حالا بحثی است که ما در فصل انتقال قدرت سیاسی بر انتخابات بعد چقدر ظرفیت و توانمندی مدیریت امنیت را بر یک انتخابات متوهم و خیالی خواد داشتیم و آنچه را که ما با یکی از نمایندهای طالبا مطرح کردم از حمله پریروز در کابل و پرسیدم که در کجای قرآن آمده که طالب بیای اطفال بکشه و مردم عام بکشه و ایر توجیه کنه بر جهاد و اونا یک سلسله دلایل دیگه هم در کنارش قطار کردند که جنگ را حکومت افغانستان شروع کرده، عملیات خالد و بعدش باز حملات هوایی و بعد موضوعات دیگه که بیشتر یک و افراد را آوردن که خیلی ادبیات جنگ به کار میبرن و یک فضای را ایجاد کرده که نهایتش متشکلم و روند دوامدار جنگ در افغانستان خواهد بود. حالا چقدر ظرفیت مدیریت و این وضعیت نابسامان وجود داره؟ یک فکر کنید. دوباره خوش آمدید. حالا بس ما میایم در ارتباط به انتخابات افغانستان. چقدر این ظرفیت برای مدیریت انتخابات از بود امنیتی و قبلش موجود داره؟ به ارتباط انتخابات تا زمانی که چند ماه پیش هم در وزارت داخله بودم و خب بحثی بود که انتخابات به موقع و وقتش داشته و پلانگذاری ما ای بود که باید ماه حمل
دیگه انتخابات چه شبه بخیر برگزار شوه و برتباط جلسات بسیار منظم و پیام بین تمام ارگان‌های زیربط ادامه داشت که خب یک دفعه مسئله کمیشنرهایی که قبلا تعیین شده بودن اینا برطرفی از اینا مطرح شد و بالاخره ای بحث صلح آمد و این پروسه شدت هم گرفت که خوشبینی به این بود که یعنی پیش از اینکه انتخابات دمای عمل شد و احتمال از این بود که یک دستاورد وجود داشته باشه و بالاخره توافق امریکا و بالاخره حکومت افغانستان و طالبان به یک توافق برسن سر مسئله صلح پروسه صلح و بعد از اون باز بریم به طرف انتخابات. حالا شما هم در جریان هستین، این دوره هفتم است که مذاکرات شروع میشه و به مو اساس بود که گفتن خب کمیسیون انتخابات هم چون موجه به اختلال مدیریتی و مشکلات و بحران مدیریتی شدن دیگه کمیشنرهای نو آمدن و کمیشنرهای نو متاسفانه که با سیستم انتخابات و مدیریت انتخابات کدام آشنایی از قبل نداشتن، کسایی نبودن که حتی در بستای مدیریتی در ادارات دولتی تا حد بودن کار کرده بودن ولی نه به سطحی که چون مردم افغانستان از کمیسیون ها هر دو کمیسیون توقع داره ولی بعد صورتش خوب شد یک تا جوان های ما آمدن خب اینا حداقل یک ماه دو ماه هم و مرحله آشناییشان و بلدیتشان با خود سیستم و نظام کمیسیون انتخاباتی بود اینا آمدن گفتن که ما انتخابات به تعویق مندازیم ای که چقدر جامعه بین ملی و شش میزان حالا گفتم میشه که خط سرخ است ولی آیا واقعا در شش میزان ما در شش میزان نمیاییم به بود تکنیکیش میاییم به بود امنیتیش به بود امنیتیش ولی از لحاظ امنیتی تا جایی که منه میفهم و یک تجربه داریم ولی معلومات داریم چون شما در جریان هستید که انتخابات پارلمانی در وقت ما بودم در وزارت داخله یک پلانگذاری بسیار منظم شد با همه تهدیداتی که وجود داشت بازم انتخابات پارلمانی از بود امنیتی نسبتاً نسبی خوب بود و تلفات داشتیم، زایاد داشتیم، باید نمیشد ولی شد خیلی بر صورت چون تعداد بلند بود. حالا باورم این است که من مطمئن هستم که وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع در سطح تکنیکی من مطمئن هستم که اینا آمادگی خواهد دارن و خصوصا ضربات اخیری که ضربات هوایی که به مراکز تجمعشان، مراکز قمانده و مراکز پلانگذاری طالبا و حتی به نیروی عملیاتیشان در این گزارش را که سیگار میتا که بیشتر از 70% خاک دست طالبا است و آنچه که مردم میگه که جز قماندانی امنیه بیشتر ولسوالی ها و قریجات کلش بس طالبا است پس چی است؟ فرض من یک چیز دارم یک وقت در حکومت دوران کرزی هم سال 2000 انتخابات سال 2010 بود نه 2009 بود در اون وقت هم ارگان‌های امنیتی ما که من اون وقت کدام مسئولیت هم نداشتم در اون وقت من مهین وزارت انکشاف داد بودم هیچ چیز هم نمیره یک بحث در کابینه شد بالاخره از تصویری که نیروهای امنیتی ما و وزارت داخله و دفاع و امنیت برای رئیس در اون وقت کرزی صاحب دادن این بود که اکثر همکارهایی که در کابینه اون وقت بودن حتما اگر کدام جای صدای ما را میشنن شاید این بحث هستن همگی به این فکر شده بود که باید بریم دنبال یک راه حل سیاسی برای چی؟ ما در اون وقت چون مهین وزارت انکشاف داد بودم و تمام ولسوالی ها و قریه های افغانستان ما میفهمیم که در کجا چی گپ است چون حضور داشتیم حضور فعال داشتیم باز ما در وقت یک تحلیل حال بجدا شدیم میریم یک تحلیل برای رئیس ارائه کردم گفتم که رئیس جمهور اگر ما بتانیم انتخابات با همین چالش هایی که ارگان امنیتی ما گفتم با احترام به آنچه که خودشان میفهمن و درک میکنن ارائه کردن اگر ما انتخابات در 34 ولایت افغانستان هم در مراکز ولایت دایر کنیم که اکثر مراکز ولایت فعلا مرکز تجمع نفوذ شده یعنی مردم از ولسوالی ها فایس آمدن اکثرا به مرکز آمدن به خاطر که در ولسوالی ها کار نیست یک تعداد مردم یک اقلیت های مردم هم که مانده در اونجا به خاطر کشت و کار و یک زمینی که دارن یک خانه دارن کلیگی آمدن در مراکز خب یعنی تجمع اکثر مردم و نفوذ افغانستان در مراکز ولایت هم است به می ترتیب در مراکز ولسوالی هم تقریبا هست باز میریم به قریه باز ما وقت یک ارقام داشتم پیش شد که مثلا در چند ولایت چند ولسوالی در اختیار حکومت است و تا کدام مثلا مساحتش به می ترتیب کدام قسمتش مربوط در زیر کنترل حکومت است کدام قسمتش یعنی زیر کنترل طالبان نه ولی امو حرکت های چریکی که طالبان می داشته باشن شاوروز اینی رقم دیگه باز ما بس می بود که آیا هر رئیس جمهوری که میه شما باشه این هر کسی که دیگه که در نتیجه انتخابات میه او بیشتر مشروعیت میداشته باشه یا کسی که به اساس یک تعامل و توافق سیاسی به
عالم بحث می است، نظر ما باز می است، اگر ما به خاطر دموکراسی در افغانستان نمره از بین نره، اینجا کشته نشه و امو ارزش ها و باورایی که مردم با او، با ارزوی که در طول 18 سال گذشته مردم با او پیش آمده تا اینجا، این می از بین نره، ما باورم می است که انتخابات اگر خدا خواسته باشه، این مسئله پروسه سال و این مسائلی که در سطح منطقه و در سطح بین المللی جریان داره راجع به افغانستان، که اگر باز این نتیجام بته یا نتیجام نته، اگر ما میریم به انتخابات در شش میزان، این انتخابات باید شود، انتخابات باید در افغانستان شود. در غیر از او، حالا خب کسایی که میگه انتخابات نشه، من به این فکر هستم که خب هر کس یک استیک سیاسی خود داره، یک بخش یا نفس سیاسی خود در انتخابات شاید نبینه، شاید بگه یک تعامل سیاسی شوه، باز یکی بگه ما مزی بغل داخل شوم، بگه مزو بغل داخل شوم، مثل کمی حالا جریانات که در طول 3-4 ماه گذشته پیش میره، ما شما میبینیم که انتخابات باید شوه، اما در یک جای در قشتپه یک کلکتیف کلان سربازا قربان میشن. بله میفهم. در شمال افغانستان تهدید فوق العاده است، در قلب کابل پالویرگ ریاست جمهوری یک مواد مفاجری انفجار میشه. بله بله میفهم. چقدر این ظرفیت وجود داره حداقل که روس باز جلوی خب اکثرا به این تو مناسبت های بسیار ملی که می باشه یا تاریخی که می باشه، باز تمام قوای مسلح در مجموعه یعنی ارگان امنیتی همش باز هماهنگ دیگه پلانگذاری میشه و احضارات درجه یک مثلا در سطح شهرها، در سطح ولسوالی ها، تا جایی که نیروی امنیتی حضور داره، احضارات درجه یک مثلا پیش از پیش، یک هفته پیش یا در روز پیش اعلان میشه. یعنی حکومت افغانستان از بود امنیتی ممکن هیچ مشکلی نداشته باشه؟ نه مشکل می باشه، من نمیگم که مشکل، بسیار چالش ها خواهد داشت، بسیار مشکلات خواهد داشت، ولی به این باور هستم که نیروی امنیتی ما هنوز هم انشالله که امو ظرفیت دارن، هم ظرفیت پلانگذاری دارن و هم ظرفیت هم مدیریتش دارن که انتخابات بتونن مدیریت کنن، ولی که اینال چی تعداد مردم حضور پیدا میکنه نمیکنه، این بحث دیگه امو شش میزان است. چرا از بین حال تا شش میزان بسیار چالش ها است، ممکن این چالش ها به بحران تبدیل شود، ممکن از حال تا انتخابات ما مشکل نداشته باشیم، اینم باید در نظر بگیریم، از حال تا انتخابات چالش ها باشه، چالش ها رو بتانیم که یکی پای دیگه برشسته ای کنیم، اما خدای نخواسته بحران بعد از انتخابات این چالش ها اگر به بحران تبدیل میشه، حالا هر کس دمی بباشه دیگه، من البته یک برداشت و تحلیل شخصی خودم هست، همین حالا شما ببینین کلگی به ساختار قدرت حالا از دید هویتی فکر میکنن، درست ما کل بحث ملی میکنیم، ولی همین سیاسیون که همین حالا از کلشون بحث چی دارن؟ آدرس هویتی دارن به ساختار قدرت، دید در افغانستان مشکل کل باشه، یعنی به ساختار قدرت بیشتر دید قومی پیدا شده، هر کس میگه من کجاستم، ای ما را به طرف متاسفانه امورایی را که تایی کردیم به طرف ملت شد چقدر ملت شدن و ملت انعکاس از این چقدر در درون نیروی امنیتی است؟ الحمدلله در بین نیروی امنیتی امی یک گپ بسیار خوب امی است که تا فعلا که من خبر دارم اینمی مرض و اینمی سرطان تا بال در داخل نیروی امنیتی ما الحمدلله یعنی به او شکل داخل نشده که انگیزه خدا نخواسته به او شکل شده که باز یک دفعه اردو یا مثلا اما در مدیریت ارشد بیشتر سیاسی است تمام نیروهای امنیتی افغانستان، یک کسی یک رهبر سیاسی معرفی کرده، یک کسی یک رهبر جانی معرفی کرده، یک دایی آخر نه دایی آخر تو نیست، امی تمام کسایی که فعلا در رأس نیروهای امنیتی ما شماست، چه در دفاع است و چه در داخل است، او تقریبا گپش یک دو سال سه سال پیش بود دیگه، یعنی ما وقتی وزیر داخله بودم گپ مرا صحبت من تمام دوستا و سیاسی نمیشتن، یعنی در وقتی که ما تعینات میکردیم یعنی تقریبا داود دوستا چند چل چند نفر وکیل صاحب بودن، همین وکیل صاحب رو ما قناعت دادیم که دیگه بعد در تعینات ما مداخله نکنه، برشان دلایل گفتم و واقعا مور رعایت هم کردن، اون وکیلا سلام مرا میشدن وکیلای سابقه، حتی با چندین بار آمدن برام گفتن که بدر ما خیلی دیگه دوزاد داخله نف ما چیز، لااقل در امنیت ملی یک نهاد خیلی مهم در سطح مهمیت ها بیشتر ترکیب فکر میکنم قومی در نظر گرفته شده، ترکیب قومی و مشارکت ملی، اما سیاسی است، ولی ای که تا چه حد سیاسی است و تا چه حد مسلکی برخورد شده دیگه من در این وقتا دیگه چون نیستم دیگه نمیتونم قضاوت کنم، ولی دست سیاسیون و نفوذ سیاسیون در تعینات در نورگان امنیتی من فکر میکنم که با مقایسه دو سه سال پیش به صورت قابل ملاحظه بسته شده، همین الان در وزارت داخله مثلا وزیر صاحب داخله است یا معین صاحب است، اینا کلشان اما تو بسیار با دست باز کار میکنن، تعینات میکنن دیگه، من نشنیم که مثلا یک فرد تکنیکی امنیتی در یک سکتور امنیتی وزیر بوده، این یک دید سیاسی هم داره، چون در کابینه بوده، در حکومت بوده، با سیاست مدارا کار کرده، چی مگذره؟ آیا فکر میکنین تصور خود شما همی است که واقعا شش میزان انتخابات میشه یا همش بازی در هواست و سناریو یک چیز دیگه است؟
بس ما انسان هستیم، بشر هستیم، هم مثل ما همگی بشر است. این شاید واقعیات یا رخدادهای پیش بیاد که ما امروز نتونیم او را به اساس محاسباتی که عقلانی که داریم او را چیز کنیم، پیش بینی کنیم، چرا غیب نمیفهمیم که غیب چی میشه، ولی حداقل با دانش‌داشت وضعیت فعلی و آنچه از گذشته با خود گرفتیم و درسای کاموختیم، اگر اراده سیاسی قوی وجود داشته باشه برای اینکه و بازی‌های دیگه در پشت پرده وجود نداشته باشه، خود طبعا انتخابات است، اون شش میزان تعیین شده، انتخابات میشه. اگر نه که بازی ها به دست ما نباشه و اگر نه که تو یک قسم که بگی حداقل قرینه ها را میشه محاسبه کرد آقای وزیر و چیزی که در درون است به عنوان بله. حکومت حکومت خب فعلا 100% برنامه‌ش همیست که باید انتخابات شه. شما این را از مجرای مختلف هم و از زبان خود رئیس جمهور هم شنیدین، در پاکستان هم یک صحبت داشتن، در اینجا هم دو سه صحبتی که داشتن. رئیس جمهور به دیدگاهش همیست که باید انتخابات شد. او به محاسبه رئیس جمهوری است که اگر صلح وقتگیر است و خصوصا در دو سه مورد اساسی که با طالبا باید با توافق برسن، او برسن، باید برسن، ولی ای که طالبا میخواین یا نمیخواین بحث جداست، اما تطبیق برنامه صلح را که با توافق میرسن سرش تقریبا بازو چند بود و عباد دیگه داره که باز در تطبیقش بسیار مشکلات و پیچیدگی هست که یعنی از او خاطر بحثی است که اول باید انتخابات شوه، صلح بیا، ولی در پلوش انتخابات هم همزمان صورت بگیره. باز حکومتی که در انتخابات وجود نداره، باید عمو حکومت تمهیدات انتخابات بعدی را شکل بده. اگر انتخابات بیا صلح وجود نداره. من باورم این است که اگر گیریم که انتخابات در شش میزان هم نشه، بنابر چالشایی که وجود داره، بنابر معانی که در شش میزان صلح ممکن نیست که بیا. اینا صلح اگر نمیه، اگر گیریم که صلح بیا، اول خو اینو باید بگیم که طالبا در هر فرصتی که برابر شده، چه در مسکو دوبار بوده، در هر جایی که استیجشان یک استیج بین ملی خال برشان داده شد، آلوها بیخی از یک موقع فرگه با دنیا و با ما شما صحبت میکنن. تا دیروز خوانه بحث نیروهای گروه های توریستی و بالاخره دشت افغان بودن، دمی زمره حساب میشتن. حالا خب رفتنشان به مسکو و رفتنشان مثلا به چین و به کشورهای دیگه، اینا را یک استیج منطقه پرستیج بین ملی و چی دادن، یک مشروعیت برشان داده شده. از او خاطر اونا اگر به این باور باشن که بدون حکومت افغانستان میتونن با امریکا به توافق برسن و بالاخره مردم افغانستان سرنوشت شه و حکومت افغانستان به معامله بگیرن، من باورم این است که بدون حکومت افغانستان هم صلح نمه، چون اینا یک اکتور یا یک عامل امیر روند و پروسه مهمه. اما یک بحث دیگه هم هست که تصمیم گیرنده ها ما نیستیم، در سطح بنا خارجی ها هست. ببینین خارجی ها اگر حکومت امریکا باشه که مثلا یک پارتنر بسیار نزدیک حکومت افغانستان و یا سایر اعضای ناتو در مجموع بگیم که در افغانستان اینا حضور دارن با نیروهای خودشان، اینا هر کدامشان به اندازه خودشان انترس خود دارن، دلچسپی خود دارن. مهم حال فعلا امور رول مرکزی یا نقش مرکزی را در پروسه سال و بالاخره در شکل دی قضای بعدی اینا کلش دی جای شک نیست که امریکا داره و دایندم خواد داشته. ما شما این رو میفهمیم، چرا قسمت زیاد یا اعظم مصارفی که امروز چه در حمایت نیروهای امنیتی و چه در سکتور اقتصادی و دیگه پروژه اساسی ما شما چه امریکا او را کمک میکنه. از اون خاطر دی جای شک نیست که به مترتیب انگلستان است، جرمنی است و فرانسه است و کشورهای اسکاندیناوی، اینا کلشان حضور دارن، باز هم یک کشورهای منطقه است. ما باورم این است که اگر با می نقش را و تاثیرگذاری که اونا دارن در روندهای مختلف که فعلا جریان داره، باز هم حکومت است. اونا نمیتونن که حکومت بگن که دیگه شما ساقط هستین و همه چیز به دست ماست، اونطور نیست. اونا هم اکسل ارزش ها و اصول و چارچوب است که مطابق از او کار میکنن. فایسه بیتو نیست که یک دفعه هم امریکا بیا و رئیس یا یک سفیر امریکا یا مثلا یکی از مسئولین ارشدشان بیا رئیس جمهور آخرین پرسش برین ما چون انتخابات نمی رسال سال بخاطر سال انتخابات نمی یک دقیقه داری آخرین پرسش، تفسیر نهایی شما از تصاویر پالوی هم گذاشته شده در سطح منطقه درون امنیت انتخابات چی است؟ چی چیزی داره اتفاق میفته؟ فکر میکنید ما به طرف مثبت میریم یا هنوزم پیچیدگی به حدی است که انتظار مثبت اندیشیدن نداشته باشیم؟ از پیام وزیر خارجه آمریکا پامپیو که کابل آمدن و ملاقاتایی که با رئیس جمهور داشتن و با یک تا شخصیت سیاسی رئیس اجرایی ناکلگی با حتی با کرزس هم که ملاقات عکسشان برآمد، احتمال میشه که اونا
یکی خب وقتی که در سفارت امریکا رفتن یک کنفرانس مطبوعاتی گرفتن، در اونجا در صحبتاشون یک پیام بود که از آدرس امریکا صلح و پروسه صلح و رسیدن به یک توافق با طالبا و طبعا با تمام اطراف زی داخل در سیاسی افغانستان اینا، که البته از در نتیجه یک دیالوگ بین الافغانی باشه، اونا گفتن که صلح بر ما اولویت داره و تا ماه سپتامبر و یعنی ماه میزان اینا کوشش میکنن که با طالبا به یک موافقه برسن و حتی یک طرح پیشنهادی هم برشان به طالبا ارائه کرده بودن که به اساس متره مذاکرات فعلی جریان داره و طرحی هم هست که تقریبا گپا نهایی شده. چرا شش دور مذاکرات به جزئیات به کلیات به جزئیات بالاخره در یک نقطه رسیدن که حالا امریکا اون متره برشان ارائه کرده که باید به سرین دو سه محور اساسی باید با توافق برسیم. اینا از قرائن صحبت‌های وزیر خارجه امریکا احتمال میشه که برای جامعه بین المللی امی مسئله صلح و رسیدن با یک توافق با طالبان یک اولویت است و بعد از او باز مسئله انتخابات است. اینی یک خودش یک در اصطلاح بسیار گیج کننده است که هر تحلیلگر هم بالاخره به هر سطح سویه هم که باشه با مشکل رو برو میشه که خب بالاخره وقتی که نه انتخابات رد میکنین و نه و پروسه صلح هم اولویت میتین، بالاخره قیمت ثباتی که در نتیجه هر دو بر افغانستان با ثبات سیاسی و ثبات امنیتی که با وجود میاد بلکه قیمت چی خواهد بود؟ طالبان چگونه در این نظام مدغم خواهند شدن؟ این جنگجوی از اینا، قماندان های از اینا، سیاسی از اینا، اینا در کدام رده ها، در کدام لایه ها؟ اینا چطور باز در نتیجه امو توافق باز اینا در جامعه افغانستان مدغم میشن؟ این کلش بحث های بسیار عمده و پیچیده است که او ارتباط میگیره باز به پلان تطبیقی خود روند صلح و طبعا مطابق از انتخابات. بسیار تشکر از اینکه حضور یافتین جناب. سلامت باشید. تشکر شما بیننده عزیز که تا این بحث مردون بال کردین. تا بعد خدا نگهدار.